خوشا امشو که مهمون شمایم، کبوتر و لب بوم شمایم. روش روی نکن بر روی مهمون، خدا دونه که فردا شو کجایم. اسم من امیر بهزاد بهزاد پوره، فرزند شیخ علی خان بهزاد پور، چون پدرم بین اسم مشهور در این منطقه، این روستا هم اسمش هست دهنو و عباس‌آباد شیخ علی خان. من از لغت 70 خوشم نمیاد، 60 و 15 سال دارم، سابقه 200-300 ساله دارم در این منطقه. من این اتاق کاگلیمو به هیچ قصری عوض نمی کنم، چون احساس می کنم که ریشه خودم هست. خوشحالم که آخر عمرم هم در اینجا خواهم گذروند ان شاء الله. بچه هام هم ازشون خواهش کردم برگردن به اصلشون، به ریشه شون، چون اینجا ریشه من هست، به ریشه خیلی از ما بمی ها. من از زمانی که یادم هست مدرسه ای شدم و اینا، پدرم فعالیت کشاورزی میکرده، برادرام همینجور. این ملک موروثی به من رسیده، منم در خور توانم کار کشاورزی رو ادامه میدم تا اون لحظه‌های آخر عمرم، چون پدرم میفرمود کاشتند و خوردیم، ما میکاریم تا دیگران بخورن. من خوشحالم که تو این ده 70-80 سال پیش، فرض کنین پدر من حمام ساخته، مدرسه ساخته، من یه فرهنگی هم هستم، چون معلمم بودم 30 سال در همین حوالی، در دبیرستان‌های منطقه بم و فهرج و ده بکری و برابات و اینا درس میدادم. دوست داشتم که با مردمم بیشتر آشنا بشم و اگر خدمتی از دستم برمیاد در خدمت اونا باشه. خانواده ما کلن خانواده ورزشکار بود، از سواری و تیراندازی و کوهنوردی و احیانا شکارم جزء ورزشامو بود که منم سعی میکنم ادامش بدم. فرض کنین 200 سال پیش جد چهارمی، یعنی پدر بزرگ پدر من، فرستاده با اون همه مشکلات و زمان، با قیمت خیلی گرون اون زمان، یک اسب از بحرین فرض کنین آوردن برای اصلاح نژاد. پرورش اسبی که از بقول فرنگی ها هابیای ما هست، عشقای ما هست، خوشبختانه الان داره رونقم میگیره. من یادم هست که پسر بزرگ من این اولین کلمه‌ای که گفت، معمولا بچه ها در 11 ماهگی میگن بابا، ماما، آبو، فلان، بوآ، این گفت اسب. بم تقریبا تک محصولیه و این منطقه ما به خصوص، بعضی جاش مرکبات خیلی خوبی میشه، ولی تو این منطقه فقط خرما میشه، به علت متاسفانه عدم مدیریت که از اول شد، به خصوص رو آب و حفر چاهای بسیار تا بسیار زیاد بدون برنامه ریزی. متاسفانه آب این منطقه بسیار کم هست. قنات یه موهبت الهی هست، قنواتش همه خوش شدن، هر 700 پارچه قنات شاید 50-60 آب داشته باشه. به هم میهنای عزیزم عرض میکنم، اونایی که میتونن کشورشون ترک نکنن، بمونن حتی با مشکلات، خیلی هم دنبال شهر و شهرنشینی نباشن، بیان مثل ما توی ده و حالا با خاک و باد و حداقل این که فکر میکنم یه مقدار اعصاب آدم راحت تره، یه مقدار ادای دین هست به آب و خاک.